سلام همگی، من سیناریرو هستم و خوش اومدید به یک ویدیوی خبری خیلی مهم از خبرهای جدید بازی فورتنایت که چیزهای خیلی جالبی در مورد ایونت خیلی بزرگی که قرار ما در این فصل دریافت کنیم پیدا کردیم. یکی از افراد در اپیک گیمز و فورتنایت اطلاعات خیلی جالبی رو به یکی از لیکرهای ما داده که در این ویدیو به صورت کامل در موردش صحبت میکنم و فکر کنم که باعث هیجان زده تر شدن ما در مورد ایونتی که قرار این فصل اتفاق بیفته بشه. یک تورنمنت خیلی کوچیک با جایزه وی باکس هم داره فکر کنم در بخش خاورمیانه برگزار میشه. خیلیاتون در موردش سوال داشتید و آیا ما هم میتونیم شرکت کنیم یا نه، که در این ویدیو به اونم میپردازیم و چالش‌های هفتگیمون هم داریم. مثل همیشه من آموزش اونم به شما میدم و اینا رو به همراه خیلی از موضوعات دیگه در این ویدیو برای شما بررسی میکنم. آیروگنگ دوباره با خبرهای جدید برگشتیم و ببینم شما در لایک ها چیکار میکنید و یه لایک بزرگ به ویدیو بدید. و تازه به کانال آشنا شدید، هیچ کاری نداره، اون مشترک شدن و سابسکرایب رو بزنید و جزو آیروگنگ بشید و بدون هیچ مطلعی دیگه بریم ببینیم که چه اتفاقاتی قراره در آینده فورتنایت بیفته و آیا ما قراره ایونت خیلی بزرگی رو در داخل بازی ببینیم یا نه. خب اولین موضوع رو میخوام با توییت خیلی جالب این توییتر بازی فورتنایت شروع کنم که این منیجر و این ادمین جدید بخش توییتر بازی فورتنایت واقعا این روزا داره کارهای خیلی شگفت انگیز و خندداری انجام میده. و که این ادمین توییتر بازی فورتنایت گفت که اگر ما فورتنایت کامپتیتیو رو برسونیم به 1 میلیون دنبال کننده در توییتر، بخش دو آرنا رو توی بازی میاره، که خیلیاتون هم فکر کنم میخواستید چنین چیزی رو در داخل بازی ببینید و الان هم در داخل بازی هستش. خب حالا از این بخش توییتر بازی فورتنایت بگذریم، برسیم به بخش بعدی ویدیومون که مربوط میشه به آپدیت بزرگی که قراره در هفته بعد به احتمال خیلی زیاد منتشر بشه و به صورت تقریبا کامل تایید شده که قراره هم بیاد هفته بعد. و دلیل اومدنش هم به خاطر اینه که ما قراره به زودی چیزهای مختلف پلی استیشن و چیزهای مختلف ایونتی هم در داخل بازی ببینیم. همونطوری که روی صفحه میبینید فایر مانکی گفته که در سرورهای آماده سازی آپدیت 14.50 اضافه شده و انتظار داشته باشید که در هفته بعد به داخل بازی بیاد، سه‌شنبه یا چهارشنبه، که من منتظرم ببینم که این آپدیت در داخل بازی چه شکلی میشه. و تایید شدن اومدن این آپدیت در هفته بعدم توسط نینتندو سوئیچ تایید شده که میتونید روی صفحه ببینید در سرورهای تست برای نینتندو سوئیچ. خود بازی فورتنایت دیگه 100% تایید کرده که ما قراره آپدیت جدید و هفته بعد دریافت کنیم. من امیدوارم آخر نشانه‌هایی رو بتونیم از ایونت های بازی فورتنایت بگیریم. و خب حالا از این اومدن آپدیت هفته بعدمون بگذریم که آپدیت خیلی خوبی خواهد بود. برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به تخفیف خوردن پک سامورای اسکرپر که مخصوص سیو د ورلد در بخش پی سی اگر اشتباه نکنم و ایکس باکس، در مورد پلی استیشن نمیدونم، تخفیف خورده 25%. اگر میخواین این پک رو خریداری کنید در ایکس باکس و پی سی، الان میتونید با 25% تخفیف خریداریش کنید که از این بهتر نمیشه. به نظر من از این تخفیف ها اپیک گیمز و فورتنایت بیشتر انجام بده و فکر کنم موقع کریسمس خیلی تخفیفش هم بیشتر از این چیزی هستش که شما دارید میبینید و منتظر کریسمس باشید. خب حالا از این موضوع کوتاه تخفیف خوردن پک سیو د ورلد هم بگذریم، برسیم به بخش بعدی ویدیومون که مربوط میشه به گرفتن جوایز رایگان و وی باکس رایگان در داخل بازی فورتنایت. اگر یادتون باشه در ویدیوهای خیلی و قبلم در مورد کامیونیتی بتل صحبت کردم که شما مثلا در بعضی از کشورها میتونید در این جنگا شرکت کنید و جوایز رایگان دریافت کنید. این دفعه بخش خاورمیانه اومده که شما میتونید با شرکت کردن در این مسابقه و بین 100 نفر برتر بشید 1000 تا وی باکس رو دریافت کنید، بین 1000 نفر اول بشید 350 تا وی باکس رو دریافت کنید و بین 5000 نفر اول بشید 200 وی باکس دریافت کنید. ولی همینجا وایسید، کشور ما مثل اینکه اسمش بین کشورهای خاورمیانه نیستش. همونطوری که روی صفحه میبینید کشور مصر، کشور امارات، کشور عربستان، کشور بحرین، کشور کویت، کشور قطر و کشور عمان و اردن در این لیست حضور دارن و اسم کشور ما دیده نمیشه. اگر میخواین دلیلش رو بدونید، یکی از دلایلش اینه که کشور ما توسط فورتنایت تحریم شده، چیز تازه‌ای نیست، خیلی از بازی‌ها کشور ما رو تحریم کردن و امیدوارم این مشکل یه موقعی حل بشه. خب حالا از این بخش جوایز رایگان سرورهای خاورمیانه بگذریم، برسیم موضوع بعدی ویدیومون که مربوط میشه به چالش های هفته دهم که من نمیدونم هفته آخر یا هفته آخر نیست، حتما توی کامنت ها بگید. اولین چالش رو میتونید روی صفحه ببینید، شما باید چس پیدا کنید در بخش آپ استیت نیویورک که میتونید روی صفحه جاشو ببینید که اینجا هسته. شما باید برید اینجا 7 تا چس پیدا کنید. در چالش بعدی شما باید 3 تا کیل بگیرید در لیزی لیک که اصلا به نظر من کار سختی نیستش، چون بازیکن اونجا زیاد لند میکنه. در چالش بعدی شما باید 150 تا آهن به دست بیارید در اسلورپی سوامز که
به نظر من اینم کار زیاد سختی نیستش، به خاطر اینکه کسی اونجا زیاد لند نمیکنه. در چالش بعدی شما باید در بخش هارت لیک 3 تا فیش به دست بیارید، 3 تا ماهی به دست بیارید تا این چالش رو انجام بدید. در چالش بعدی شما باید 3 تا بازیکن رو بکشید زمانی که سوار ماشین هستید. این یکم ممکنه سخت باشه. در چالش بعد شما باید قایق موتوری خودتون رو از فورتیلا به اتوریتی در کمتر از 4 دقیقه برونید. در چالش بعدی شما باید 20000 تا متر توی بازی با ماشینتون بچرخید که هم تیمی تونم این کارو انجام بده. برای شما این چالش انجام میشه چون نوشته شده که کار تیمی هستش. و خب این بود از آخرین چالش های هفتگی فصل 4 بازی فورتنایت. و باید بریم برای فصل بعد اگر چالش های هفتگی بیشتر میخوایم. و میتونید اکس پی رو هم روی صفحه ببینید که اینا سکه های اکس پی هستن، شما میتونید در داخل بازی برید به دست بیارید. و خب این بود از آخرین چالش های هفتگی فصل 4 ممون. من تا الان همه رو برای شما در هر هفته که بوده انجام دادم و امیدوارم که در فصل های بعدم به همین صورت به پیش بریم. خب حالا از این موضوع چالش هامون هم بگذریم، برسیم به بخش بعدی و خیلی خیلی مهم ویدیومون که مربوط میشه به اومدن اطلاعاتی از خود اپیک گیمز و فورتنایت در مورد اتفاقاتی که قراره در آینده بازی اتفاق بیفته و قراره ما چه چیزایی رو در ایونت ببینیم. و مثل اینکه جان جونز یا همون ایجنت جونزی ما قراره دوباره نقش داشته باشه در ایونتی که قراره ما در این فصل ببینیم، که میتونید حرفایی که فایر مانکی تونسته از یکی از کسایی که در ارتباط با فورتنایت و اپیک گیمز به دست بیاره میتونید ببینید. نوشته قراره فورتنایت در گیم اواردز که یک مراسم گیم و بازی باشه در 10 سپتامبر یه چیز خیلی بزرگ و معرفی کنه. ما فعلا نمیدونیم چیه، امیدوارم یه چیز خیلی جالب باشه برای بازیکنهای فورتنایت و ما هممون ازش لذت ببریم. چیز دیگه ای که قراره ما دوباره در داخل بازی ببینیم اینه که صداهایی ضبط شده توسط تروی بیکر توک که یکی از صداپیشگان هستش و همون صداپیشه ای هستش که جان جونز رو در داخل بازی در دیوایس ایونت صداشو برای ما اجرا کرده بود. مثل اینکه ما قراره چیزایی رو در مورد جان جونز دوباره در داخل بازی ببینیم. من فکر کنم در این ایونت این فصلمون که جنگ بین جهانها باشه، ما قراره ببینیم ایجنت جونزی یه جورایی نقش داشته باشه در این اتفاقی که قراره در مپ بیفته و در این جنگی که قراره در این مپ بیفته. فکر کنید که خیلی وضعیت داغون بشه و جان جونزی همون ایجنت جونزی بگه که ریوایند کنید، برگردونید زمانو، که به نظر من چیز خیلی بزرگی میشه اگر چنین اتفاقی بیفته. این تئوری منه. چیز دیگه که قراره در داخل بازی اتفاق بیفته و خیلی بزرگ هستش اینه که این فصل قراره ایونتش بزرگترین ایونت بازی فورتنایت باشه. مثل همیشه هر ایونتی که در داخل بازی اتفاق میفته بزرگترین ایونت ما خواهد بود و اینم قراره از اون قاعده مستثنا نباشه و قراره بزرگترین ایونت رو در این فصل داشته باشیم. و من فقط میخوام بدونم که این گالاکتوس چه بلایی سر قهرمانای ما میاره و این مپ ما میاره. و چیز آخری که کلا دالان ماستر در موردش صحبت نخواسته بکنه اینه که وقتی ازش در مورد حضور بازی فورتنایت در اسمش بروز که یک بازی مربوط به نینتندو سویچ هستش و خیلی مشهور سوال شده، گفته که نمیتونه در موردش صحبت کنه که ممکنه ما چیزایی رو از بازی فورتنایت در اسمش بروز ببینیم یا از بازی اسمش بروز در داخل بازی فورتنایت ببینیم. اینایی که شنیدید توسط یکی از افرادی که در اپیک گیمز و فورتنایت ارتباط داره و در اونجا حضور داره به فایر مانکی داده شده بود. امیدوارم همه اینا اتفاق بیفته. و حرف از گالاکتوس شد و استاد گالاکتوسمون شد. بهتون بگم که گالاکتوس خودشو خیلی نزدیکتر کرد به مپ بازی فورتنایت و الان نصف راه رفته و نصف راه دیگش مونده که به مپ ما در داخل بازی برسه و ببینیم که چه بلایی قرار سر مپ ما در داخل بازی بیاره. و حرف از یک اتفاق بزرگ در مورد بازی فورتنایت شد که رئیس و سازنده اصلی بازی فورتنایت تقریبا یک سال پیش به یک نفر که پرسیده بود تو بازی فورتنایت به صورت بازی میبینی یا اینکه به صورت پلتفرم، بهش گفته بود تیم سوئنی که اینو 12 ماه بعد از من دوباره سوال کن که ممکنه فورتنایت به یک چیز خیلی بزرگتر هم تبدیل بشه. فقط باید ببینیم تیم سوئنی توی فکرش چی هستش و قراره چه اتفاقاتی در داخل بازی فورتنایت بیفته. خب حالا از این موضوعات خیلی مرموز و خیلی جالبمون و اطلاعاتی که از داخل اپیک گیمز و فورتنایت اومده بگذریم، برسیم به موضوع بعدی ویدیومون. مثل اینکه قراره فورتنایت یه چیزی خیلی جالبی رو به داخل بازی اضافه کنه، دوباره وندینگ ماشینا به داخل بازی برگردن و بشه ازشون در داخل بازی استفاده کرد. همونطور که روی صفحه میبینید فورتنایت یک واحد پول به نام ود رو توی فایل‌های بازی اضافه کرده با آپدیت جدید که شما میتونید در دورور مپ بازی فورتنایت قسمت‌های مختلف رو پیدا کنید که از طریقش میتونید این واحد پول رو به دست بیارید، مثل گاف صندوق و چست و اینجور چیزا. کمترین حالت دیده شدنش در داخل بازی 25 تاه، متوسطش 100 تاه، بزرگش 250 تاه و وقتی گاف صندوقش رو پیدا میکنید 500 تا به شما از این پولا میده. من فکر کنم یه جورایی نشان دهنده برگشتن وندینگ ماشینا در داخل بازی فورتنایت هستش. قبلا ما توی وندینگ ماشینا با دادن متریال میتونستیم تفنگا رو به دست بیاریم، یه موقع هم رایگان شده بود، ولی
الان فکر کنم این واحد پول میتونه بازی رو خیلی جالب تر کنه، چون بازیکن ها میگردن و دنبال این واحد پول تا اینکه بتونن تفنگای بهتری رو در داخل بازی به دست بیارن. شما نظرتون چیه؟ آیا اومدن واحد پول به داخل بازی فورتنایت خوبه یا بد؟ توی کامنت ها حتما بگید. از این موضوع بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که اگر یادتون باشه من در مورد یک جت پک در داخل بازی صحبت کردم که اسمش جت پک آیرون من و شما میتونید اینو در داخل بازی استفاده کنید. من بهتون گفتم این جت پک ها رو به احتمال خیلی زیاد در ایونت بزرگ این فصلمون دریافت میکنیم و هایپکس اومده اطلاعات خیلی جالب تری رو در مورد این جت پک به ما داده که صداهاشو تونسته در داخل بازی آخر پیدا کنه. لیک کردن خیلی سخت شده در داخل بازی. بریم با هم این صداها رو بشنویم و برگردیم. خب همونطوری که شنیدید جت پک های آیرون من قراره این توی بازی اینجوری صدا داشته باشه و مثل اینکه الان آیرون من داره روی جت پک ها هم در داخل بازی کار میکنه و خب حالا از این موضوع جت پک ها که خیلی موضوع مهمی هستش در داخل بازی بگذریم، برسیم به موضوع بعدی که مربوط میشه به نینتندو جدید با حالت بازی فورتنایت که میتونید روی صفحه ببینید. این نینتندو کم کم داره توی جهان به صورت کامل منتشر میشه و بازیکن ها میتونن اینو خریداری کنن تا اینکه بتونن اسکین وایلد کت رو در داخل بازی به دست بیارن. میتونید پکش رو به صورت کامل ببینید. قراره یک اسکین با سه تا فکر کنم استایل داشته باشه یا چهار تاش، ولی به شخص من نینتندو معمولی رو که حالت قرمز و آبی رنگ داره خیلی بیشتر دوست دارم، چون به نظر من چیز کلاسیک خیلی قشنگتر میشه. خب بچه‌ها اینم بود از ویدیو امروز بازی فورتنایت. خبرای خیلی مهم و خیلی جالب و هیجان انگیزی در مورد آینده داشتیم و قراره خیلی چیزای بزرگ در داخل بازی ببینیم و این دالان ماستر با این پیامایی که میده و این اطلاعاتی که از داخل بازی فورتنایت میاد باعث بالا رفتن هیجان بازیکن‌ها میشه. حالا باید ببینیم که خود فورتنایت در این ماه با ایونت بزرگش چیکار میکنه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید و تا الان با من همراه بودید و لایک و ساب و فراموش نکنید که حتما بزنید. همتون عشقید. من سینا ایرو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.